برادر ما سوال کرده، اگر یک مرد در تمام زندگی تنها یک کلمه، مثلا کلمه شهادت را خوانده باشد و هیچ نمازی نخوانده باشد، نکاح با خانه مسلمان کرده می تواند یا خیر؟ خب شک نیست که اما اصل در اسلام کلمه شهادت است و با خواندن کلمه شهادت انسان داخل اسلام میشه و از نظر اهل سنت و جماعت اصل ایمان در حقیقت امو تصدیق قلبی در رابطه با آن چیزی هست که ما و شما میکنیم و او را تصدیق میکنیم، اما عمل به جوارح متوجه باشین که به نزد اهل سنت و جماعت این مکمل رکن اول که برای تصدیق قلبی میباشه. پس نماز، زکات، اعمالی که ما میکنیم اینا در حقیقت عمل به جواری نامیده میشه و این عمل به جواری ای در حقیقت به خاطر تکمیل رکن اول ایمان ما که مو تصدیق قلبی هست مهم و ضروری می باشه. منتها اگر یک کس کلمه می خانه مسلمان است، مؤمن هست، اما ای که اعمال انجام داده نمیتونه، ما هیچ وقت را کافر گفتن نمیتونیم، به جهت از اینکه در نزد اهل سنت و جماعت یک انسان ما هیچ وقت کافر گفتن نمیتونیم تا به وقتی که در یکی از مسائل واضح و آشکار اسلام یا انکار بکنه و یا استهزا بکنه و یا هم تکذیب و کفر بورزه، بس او وقت ما او را کافر میگیم. اما ای که یک انسان کلمه میخوانه و تصدیق میکنه اما اعمال انجام نمیده، بس ما ایره هیچ وقت کافر گفتن نمیتونیم. این یک بود قضیه است. بود قضیه دیگر بود نکاح و ازدواج می باشه. شک نیست بیننده عزیز که نکاح و ازدواج از خود شرایط خاص خدا دارد، نه تنها که مسئله ایمان بلکه مسئله عمل به جواری هم در رابطه با او ضروری هست، به جهت از اینکه زمانی که ما با کسی نکاح میکنیم در قدم اول باید او شخص مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی به این معنی که او شخص پابند احکام دین باشه، پابند مسائل باشه که شریعت برای ما گفته، به جهت از اینکه مسئله نکاح تنها یک مسئله قضای شهوت جنسی نمی باشه بلکه نکاح در حقیقت ایجاد یک خانواده و در حقیقت ایجاد یک نسل سالم در رابطه با اسلام می باشه و این نسل سالم در رابطه با اسلام کی تقدیم کرده می تانه؟ اما کسی تقدیم میکنه که خودش به احکام شریعت پابند باشه. پس او پدره که نماز نخانه، پس اولاد خود چی قسم به نماز تربیه بکنه؟ او مادره که خودش حجاب مراعت نکنه، پس چی قسم میتونه که اولاد خود حجاب یاد بده؟ او پدر و مادره که زبان خودشان به دو دشنام آلوده هست، و چی قسم میتونن که برای اولاد خود عفت زبان یاد بدن؟ پس مسئله نکاح چیز هست، مسئله ایمان چیز دیگه هست. پس در رابطه با این چیز ما همیشه سعی و تلاش و کوشش بکنیم که زمانی که مسئله ازدواج، مسئله نکاح میایه، ما یک شخص چی زن و یا چی مرد از تمام این ابعاد مورد بحث قرار بدیم. و از همین جهت است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه ما شما را ارشاد و رهنمایی میکنه که در انتخابتان بسیار دقیق باشیم و شخصی را در رابطه با ازدواجتان انتخاب بکنید که در قدم اول متدین باشه، با اخلاق باشه و با تقوا و پرهیزگار باشه که تابتان یک خانواده سالم تشکیل بده. پس به جهت است که امروز اکثریت مشکلاتی که ما در خانواده ها میبینیم اساس از این مشکلات بینندگان عزیز در حقیقت اینمی عدم توجه ما شما در رابطه با اختیار همسر هست که در ابتدا ما توجه نکردیم و بالاخره در انتها به این مشکلات خانوادگی ما شما سردچار میشیم. تشکر جناب دکتر زیب.